اینش خوشگله. امسال همه غافلگیر میشن. مثلا میبینی فلان داوطلب بوده معدل سال قبل شده 12، امروز براش بدعتی شده، امروز براش مبدعی شده، رفته رتبهش تو کنکور شده 60 70 80 100 199 203. امسال همه غافلگیر میشن. یه لحظه پاشو درست بشین، پاشو درست بشین، قشنگ لباستو مرتب کن، قشنگ لباست رو مرتب کن، خوب به حرفم گوش بده. امسال همون سالیه که رتبه ها قربال میشن، زیر و زبر میشن، شانس موفقیت جا به جا میشه. امسال همون ساله، امسال همون سالیه که یهو در گذشته کمکارها صفتو دیدی؟ در گذشته کمکارها میان و افتخار آفرین ها میشن. امسال همون سال که یا علی برام بنویسید. صحبت از نام نامیه مولا علی شد، یه یا علی برام بنویسید. یا علی، ای جانم، ای جانم، ای جانم، ای جان من، ای جان من، ای وای من. خدا حفظتون کنه انشالله، خدا حفظتون کنه انشالله. خیلی خوب، حالا حالا که یه خورده آروم شدید، حالا که متوجه شدید داستان چیه، خب ادامه حرفا حرفای تکنیکی کنکور 1402 خواهد بود. خوب برفام دقت کنید. مثل همیشه در کنارتون. یعنی در نهایت همون راه ارتباطی که داریم، مجدد شمارم رو براتون می نویسم. هر سوالی داشته باشی جواب میدم. پس این که خیالتون راحت. یعنی الان با حال خوب به حرفام گوش بدید. مثل همیشه که در کنارتون. اون که هیچی. اونو بذاریم کنار. الان میخوام یک سری نوت کلی راجب تغییرات بگم و تایتل هایی رو بگم برای مقابله با اون تغییرات. توی یوگا خیلی جالبه، هر حرکتی که آدم انجام میده، به قول معروف هر پوزی که آدم میگیره، یه آنتی پوز داره، یک حرکت اصلاحی داره. من خیلی چیز از یوگا یاد گرفتم بچه ها، خیلی چیز از یوگا یاد گرفتم. یه حرکت زیبا داره که میاد تعادل بین گذشته و آینده رو به آدم یاد میده. اصلا نمیشه واقعا آدم صحبت از مشاوره بکنه ولی اینا رو یاد نگرفته باشه. به نظر من توی یوگا یاد گرفتم که هر حرکتی که تو انجام میدی بلافاصله باید آنتیش رو انجام، اصلاحیش رو انجام بدی. هر بسته شدنی یک باز شدنی داره و هر باز شدنی یک بسته شد. هر تغییری که در کنکور امسال به وجود بیاد یک آنتیپوز داره، یک حرکت اصلاحی داره. پس ما باید دونه به دونه براش استراتژی داشته باشیم. ما باید دونه به دونه برای مقابله باهاش راهکار داشته باشیم. اگر گفتم امسال بیش از هر سال دیگه ای نقش یک مشاور پررنگ میشه، علتش همینه. چون اون آنتیپوز ها رو مشاور باید درسته متناسب با شرایط یک داوطلب، چون یک معلم نمیتونه بیاد
دونه به دونه ی دانش آموزهاشو رصد کنه، ولی یک مشاور باید دونه به دونه ی مراجعه هاش